سلام، خوش اومدین به 298 شماره از روزنامه توپ. امروز سه‌شنبه 9 آبان ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. تبعات مصاحبه جنجالی علیه آبی‌ها، احضار گل محمدی به کمیته اخلاق. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال سرمربی پرسپولیس و عضو هیئت مدیره استقلال رو احضار کرد. یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس جهت ادای پاره‌ای از توضیحات باید روز دوشنبه 15 آبان در کمیته اخلاق حضور پیدا کنه. همچنین علیرضا خانی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال به همراه معاون فعلی باشگاه استقلال باید روز دوشنبه 15 آبان در کمیته اخلاق جهت ادای پاره‌ای از توضیحات حضور داشته باشند. واکنش زاهدی به ماجرای پیراهن رونالدو. شهاب زاهدی به شایعه درخواست پیراهن رونالدو در پایان دیدار پرسپولیس و النصر واکنش نشون داد و در برنامه فوتبال برتر گفت: شما حتی اگه به زبون بدن من و صحبت‌ها دقت کنید متوجه میشید که من کاملاً درباره اون صحنه‌ای که میلاد سرلک پای رونالدو رو زد و باعث شد کارت زرد دوم رو بگیره صحبت میکنم. تنها چیزی که درباره اون صحبت نشد پیراهن بود. حکم 10 سال حبس برای بازیکن سابق لیگ برتری. به گزارش همشهری آنلاین، بازیکن سابق یکی از تیم‌های لیگ برتری با حکم دادگاه به 10 سال حبس و پرداخت 500 میلیون دیه محکوم شد. ماجرا از این قراره که اختلاف بر سر انتقال یک لژیونر ایران به لیگ سطح پایین یکی از کشورهای همسایه باعث شده تا بازیکن سابق لیگ برتری تصمیم بگیره تا به نوعی از ایجنت خود انتقام بگیره. اون برای این منظور دو آدم رو با استخدام کرد که باعث آسیب رسوندن جدی به گلر اسبق استقلال شدن. پر افتخارترین باشگاه دنیا به دنبال طارمی. شبکه دیفنسا سنترال اسپانیا خبر داد مهدی طارمی ستاره ایرانی پورتو مورد توجه باشگاه رئال مادرید و از این رو مهاجم 31 ساله پرکار مشتاق پیوستن به رئال در پنجره نقل و انتقالات ژانویه است. این بازیکن 31 ساله در 3 فصل گذشته بهترین بازیکن تیم فوتبال پورتو بوده. گفتنی است آرسنال، منچستر یونایتد و تاتنهام در تابستون گذشته مشتاق جذب این مهاجم با تجربه بودند. یحیی به دنبال جذب یک دروازه‌بان خارجی. یحیی گل محمدی در نظر داره که در نیم فصل حتماً یک گلر به لیست تیمش اضافه کنه. از این رو یحیی میخواد دروازه‌بان خارجی با تجربه جذب کنه تا بتونه در مواقع لازم به علی بیرو استراحت بده. البته باید دید باشگاه پرسپولیس از نظر مالی توان جذب گلر خارجی رو داره یا خیر. البته ممکنه یکی از دروازه‌بان‌های داخلی تا قبل از نیم فصل مد نظر یحیی قرار گرفته و در فصل نقل و انتقالات زمستانی سرخپوش بشه.